مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې ښه وخت ولر ادران نوریدونکو نن مخبر او نظر ځانګړی کړی دی په هیواد کې د بې ځایه شویو پر ستونزو باندې هم د کډوالو چارو وزارت او هم له طبیعي پیښو سره د مبارزې البته د دولت له ادرس څخه د دغه وزارت اړوند چارواکي په دې برخه کې د لا مرستو خبرې کوي. دوی وایي چې ډیری بې ځایه شویو ته مرستې رسیدلی دي او لا هم دوی په دې هڅه کې دي چې له ملګرو ملتونو سره یو ځای له افغان حکومت سره یو ځای دوی ته مرستې راجلب کړي په دوو اونیو په ترڅ کې. په ټوله کې نن پر همدې مسلې بحث لرو چې په دې وروستي کال کې یا په 2016 کال کې څومره افغانان له څومره ولایتونو څخه چیرته بې ځایه شوي دي او د حکومت دقیق پلان څه ده چې له دوی سره باید څه وشي. له ما سره د لا بحث لپاره څکه میلمه ده له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د بهرنیو اړیکو له مسؤول ښاغلي عمر محمدی صاحب سره ستاسو ملتیا هم غواړم. جناب محمدی صاحب خوش آمدین. تشکر. سلامت باشین. واقعا هم شمار و یا ارقامی که به شما دقیق درج هستن در تمام کشور چقدر بیجا شده است؟ آماری که ما ارائه کردیم بیش از 163,000 بیجا شده داریم. این بیجا شده ها که از تای ماهی چند که از سر جنگ و از سر ناامنی و از سر حوادث طبیعی و حوادث وقتی میگیم که رسیدگی به حوادث، حوادث مختلفه در نظر میگیره، چه طبیعی و چه غیر طبیعی. این حوادث باعث شده که همتنان ما از محلات اصلیشون بیجا شون و به محلات دیگه مسکن گذاری شون، که خود این بیجا شدگی کلان یک جنجالی را پیش میره که حکومت افغانستان و وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث با همکارا و شرکای کاریشان، نهادهای دولتی افغانستان و نهادهای خیریه سازمان ملل و نهادهای خیریه بین المللی که در افغانستان در این راستا در قسمت کمک رسانی کار میکنن، در همکاری با ما از اول که اینا بیجا میشن در قسمت سروی، در قسمت تشخیص و تفکیک و مستحق و غیر مستحق، تا قسمت رسیدگی و جوابگویی بر ازا که توزیع مواد غذایی و غیر غذایی هستن، که در قسمت سروی مشخص میشه که کی مستحق است کی مستحق نیست و مستحقین اولویت بندی و کاتگوری بندی میشه که کدام کمک‌ها اینا ضرورت دارن کدام کمک‌ها ضرورت ندارن. خود این یک پروسه را در بر میگیره که طولانی است که بعد تمام اینا با بیش از به حدود 110,000 ای بیجا شده ها رسیدگی صورت گرفته و یا تشخیص شدن که واقعا هم بیجا شدگی هستن. بله بله، به خاطر از اینکه ادعای بیجا شدگی میشه و یکم بیجا شده که مستحق هستن، اینی پروسه کمه که با وزارت دولت در رسیدگی به حوادث با شرکای کاریشان با کسایی که در این قسمت با ما همکار هستن و در قسمت سروی و تشخیص و تفکیک مستحقین کار میکنن و بیجا شده کار میکنن، اینمی یک چالشی است که امی روند را کمی بدتر میسازه تا مستحقین تشخیص شوند. وقتی اینا تشخیص میشن باز امو کمک ها نظر به نیازمندی هایی که صورت میگیره که چی نیازمندی اولویت است. در قسمت اول خود حفظ جان از او برای ما مهم است که حفظ جانشان، آبرویشان، عزتشان، مالشان و بعد که به نیام مشخص میشن و جای مسئول مسکن گزین میشن در اون صورت باز توزیع کمک ها صورت میگیره و توزیع کمک ها هم تا حدود 110,000 ای بیجا شده ها برشان کمک ها صورت گرفته و متبقی که میمونه به هم در حال همین پروسس است. سروی جریان داره، کار جریان داره. شما در چند مرحله کار میکنون؟ نخود باید شما تفکیک کنین که گویا کی واقعا بیجا شده است و یا هم کی ادعا دارن. یک پروسی واقعا هم جنجالی در این پروسه شما با جنجال و یا با چالش واقعا هم روبرو شدین؟ افرادی که خود گویا ادعا کردن که ما بیجا شده هستم تفکیک شدن، تعدادشان چقدر است؟ دقیقا چون ای که تعداد کسایی که مستحق هستن را ما گفتیم که 163,000 که ما گفتیم که اینا بیجا شده هایی هستن که سر از اینا کار شده و بیش از 110,000 از یا کمک شده و دوباره یا برگشت کردن و به مناطق اصلیشون و زندگی اولیشون اختیار کردن، متبقی از یا که حدود 85% زیر پوشش مساعدت ها قرار گرفته، 15% متبقی از یا که مونده، ای هم سرش کار جریان داره. ای بس دقیقا یکی از مشکلات اصلی در جریان سروی اینمی است که مستحقین و غیر مستحق و غیر مستحق تفکیک شوند. فرض مثال
موضوع قندوز، بیجه شده که از قندوز به ولایت کابل، به ولایت تخار، ولایت بلخ و ولایت ها بیجه شده بودن. در اینجا هم در ولایت کابل در سرکوتل یا در قسمت کاری زمیر که کمپی که برازی ایجاد شد و خیمه هایی که افراز شد برازی ها که دو جای بوده باش بکنن، در اینمی خیمه ها هم یک تعداد زیاد کسایی بودن که مستحق نبودن. به خاطر ازی که یک تعداد کسای مثلا باشنده قندوز که سالها در کابل زندگی میکردن و محض اینکه اطلاع یافتن که بیجه شده قندوز اینجا اومدن، یک تعداد زیاد رفتن خود را بیجه شده گرفتن به خاطر به دست آوردن کمک های. اینی برنامه ای است که باز همین تیمای سروی ما را کمک که کار شما به تیم سازه و کن ساختن کار در همیجه است. بنان کار داره، امو تیما با تجارب و تخصص و امو با تکتیک های خود را که وقتی دارن اینا با اساس از او با زیاد تشخیص میکنن که واقعا مستحقین فامیلا کدام هستن، واقعا کسایی که مستحق نیستن خود را مستحق دانستن و ادعای بیجشتگی میکنن کدام ها هستن. او را دیگه دست باشه باز بسته کده نمیشه یا او را گرفته شد که تو مستحق نیستی بره، پیش روی نامش و فامیلش یک نشانی میکنه، باز در وقت توزیع مواد میگیرن برازو چون میبینن که مستحق نیستن موادش برش نمیدن بر کسی میتن که واقعا مستحق هستن. تعداد همچو افراد و یا همچو خانواده ها چقدر هستن یا چقدر بود؟ دمی مسئله مهم قندوز، در مسئله مهم قندوز در مجموع که آمار ارقام که رای شد در اوائل که جنگ تابستان بود و بجا شده دمی حادثه اخیر قندوز امی آمار ارقام که را می شد، ادعای بجا شدگی به حدود 190 هزار می رسید. وقت تشخیص شد از 192 الی 190 هزار 163 هزار زیر پیدا کردن، متبقی از کسایی بود که ادعای بجا شدگی کرد، یا کسایی بودن که آمده بودن دوباره پس رفتن با ملا تسلیشان، یا کسایی دیگه بودن که از جای آمده بودن خود را بجا شده جازه دادن، یا کسایی دیگه بودن که صرف بخاطر توزیع مواد. باز اینی قسمت کار وقتی که کار شد در همکاری با موسسات ملی و بین المللی در همکاری با سایر نهادهای حکومتی، چون آمار ارقام تولیدش و ترتیبش و ارائهش و اعلانش مربوط به وزارت دولت در رسیدگی در بخش بجا شدگی مربوط به ما میشه و امو کمیته که کار کردن طبعا شورای امنیت ملی افغانستان، وزارت دولت در رسیدگی با دست وزارت محترم مجیدین و ارگانای کمیسیون مستقل ارگانای محلی، اینا نمایندهاشان کمیته هستن کار میکنن صرف در قسمت کسایی که بجاشن و همزمان موسسه محترم اوچا کار کردن که مشخص ساختن چقدر کتگوری بندی کردن که چقدر ادعا کرده بود، چقدر مستحق است و چقدر رسیدگی شد و چقدرش زیر کار است که برش رسیدگی شود. خب بعد از اینکه تفکیک صورت گرفت که گویا کیها واقعا مستحق و کیها هم غیر مستحق می باشن، پروسه توزیع مواد برشان هستند، به هر فامیل و یا به هر فرد موادی که در نظر گرفته شده چقدر بوده و یا بعضی ها شاید خانه نداشته باشند، بابا شما امکانات اولی را که گویا یک خیمه و یا هم یک کمپل و بعضی چیزهای دیگه هستن و یا در جاهای معصونی که باید تعمیر هستن سرپوش پوشیده هستن شما انتخاب میدید؟ ما که اول گفتم اولویت بندی میشه سروی امی از کارش که میبینیم کیها به سرپناه ضرورت داره، کیها به مواد خوراکی و مواد اولیه خوراکی ضرورت داره، کیها به مواد غیر خوراکی ضرورت داره، به می رقم هر موادی که ضرورت داشته باشن اینم میشه اولویت بندی میشه. کسایی مثلا در بیشتر قریه ها در حادثه قندوز به می رقم در حادثه سایر ولایات بجا شده که آمدن یک تعداد زیادش در خانه اقاربشان در شهر کابل بودن، اتو نبود که کسایی که در خانه اقاربش بودن یا زیر پوشش ما قرار نگرفت، تمام کسایی که در خانه اقاربشان بود ما با همکاری شورای مردم قندوز که در کابل مستقر هستند فعالیت دارن، با همکاری با نماینده‌های از با همکاری با نمو با کسایی که فعالیت دارن، کسایی که در خانه های هموطنایشان یا وطندارایشان یا قندوزی که در کابل زندگی کردن دیجه بودن یا هم زیر پوشش سروی ما قرار گرفتن که بر ازیا چی ضرورت بود برشان داده شد و کسایی که در اونجا زیر جایی نداشتن و بی سرپناه بودن در فضای آزاد زندگی میکردن برای از و خیمه افراز شد. بعد خیمه افراز شدن سه وقت نان از یا
ما مجبور بودیم برسانیم برشان در پولی ازو مثل بسته های حفظ صحی که ضرورت بود برازو داده شود. وزارت محترم ساعت آمد تیمای سیار صحیشان در همکاری برده بودن اونجا به خاطر تداوی بیمارا و به این رقم هر نهاد دیگه در استقامت های کاریشان ما را همکاری کردن در اوجه با ما همکار بودن. مثل اینمی در ولایت که اینچنین اتفاقات رخ میده باز در ولایت مسئول کمیته رسیدگی به حوادث والی صاحب ولایت است، رئیس مبارزه به حوادث طبیعی ولایت دارالانشایش یا سکرتاریت شا پیش میبرن، 18 یا 19 عضو دیگه که در اینجا از نهادهای دولتی هستن که واحدهای دومیش در ولایت ها کار میکنن یا هم به عنوان اعضای کمیسیون در رسیدگی و جوابگویی و پاسخدهی برای بیجا شده ها با ما همکار هستن کار میکنن و علاوه نهادهای خیریه و نهادهای دفاتر سازمان ملل که در اوجا کار میکنن در همکاری با ما فعالیت دارن به خاطر رسیدگی به نیازمنده ها و بیشتر آسیب دیده ها از کدام ولایت هستن؟ از جنوب و یا از شمال و یا هم ولایت دیگی؟ چهار ولایت اولویت بیشتر بیجا شده و آسیب دیدار داشت که قندوز بود، بیشترشان دوباره برگشتن و اونا زندگی اصلیشان اقتدادیشان به زندگی اولیشان برگشتن. ولایت هلمند است، ولایت که بیشتر از ولایت هلمند در لشکرگاه و ساهای امن لشکرگاه مسکن گزین هستند و حدود 2000 فامیل از هلمند به قندار مستقر هستند که در قندار در اینجا ریاست قندار ما در همانگی با مکمیتیشان مصروف ای چی هستن رسیدگی باستن. از ولایت های مثل فرا و بادغیس هست که حادثه دیروز هم یک حادثه در ولسوالی تولک بادغیس نامنی صورت گرفت که باعث شد بیش از 50 فامیل از اوجا بیجا شوند بیاین به ولسوالی چش در ساهای روندی دروندی که به حسب هدایت مقام وزارت دولت در رسیدگی به حادث ریاست رسیدگی به حوادث هرات شتافتن و همکاری برای بیجا شده ما و به می رقم ولایت های دیگه که مثل 11 ولایت افغانستان بیشتر بیجا شده ای را داشتن که ننگرهار است و نورستان است و با هلمند بود و قندار بود و فرا بود و بادغیس بود و قندوز بود و بغلان بود. تشکر. یک واقعی کوتاه درن لیدون کو بیار اگر دوست است ملتی اولا.